مای مادر، آه وقتی با خاله حرف میزدی ناخواسته شنیدم. این که میگفت چرا باید یه مدرسه غیر انتفاعی درس بخونن؟ میخوای ما پولی که دادیم رو پس بگیریم یه مدرسه دولتی ثبت نام کنیم؟ از نظر من هیچ اشکالی نداره. مگه نه سیستر؟ آره آره، هیچ اشکالی نداره، میتونیم شهری اولجان رو پس بگیریم. دختر تو دیگه چه آدم دیوونه ای هستی ها؟ پسرم هیچ پولی بهتون نمیدن، بهتره فراموش کنین. آرهان، میگم برم با نبات خانم حرف بزنم، شاید دوباره استخدامم کرد. با ظرف شستن نمیتونیم یه خونه اجاره کنیم. اگه تو این وضعیت نبودم میگفتم به کسی که نمیخوادت رونه انداز. هیچی نمیتونم بگم. بی خیال، تازه من مثل تو مغرورم نیستم. همیشه چی میگم؟ غرور نون و آب نمیشه. بیرونم هم کنن دوباره میرم. به من میگن سوگل، سوگل پلنگ. بگیرم وله میکنم. تو این وضعیت منو خندوندی، خدا خفت نکنه زن. تو هر شرایطی خوشحالت میکنم مگه نه؟ آره. بابا برین یه جا دیگه از این حرفا بزنین، بچه هاتون پیشتونن، زشته. آرجان کتک میخوری یا؟ شت، بی تربیت نشو، بیا. این که آدم خودش خونه داشته باشه چقدر با ارزشه. آره واقعا همینطوره. به خدا اگه دوباره یه خونه بگیریم هیچ وقت کثیفش نمی کنم، هر روز جارو میزنم. اگه تو جارو بزنی منم هر روز شیشه ها رو پاک میکنم. یه چیز بگم، مامانتون این حرفا یادش میمونه ها؟ آره به خدا فراموش نمیکنم. اگه یه روز قسمت شد یه خونه گرفتیم، قسم میخورم اگه ساز و دهل نیاوردم و دو ساعت وسط حیات نرقصیدم اسممو عوض میکنم. از تو باید اسمایی ماده. آره والا به خدا این کارو میکنه. حتی تو این وضعیت داغونم اینجوری میخندیم. قربون شما برم، من درد و بلاتون به جونم. قربونتون شیر پسر خدا. آی منم میخوام. بیا بیا بغل مامانه دختر خوشگل من. آخ الهی قربونت برم من. یه چرت و پرتایی به دروغ گفتی. چی دیدی؟ چی میدونی؟ خب اتفاقای اون شب و کامل میدونم، همشو. به کیا گفتی مرتی که؟ به جز پسر بیعقلت، هنوز به هیچکی. چیزایی که اون شب دیدی و به هیچ کس نمیگی. اگه کسی بفهمه بدجوری حالتو میگیرم. چطوری؟ چی کار میکنی؟ چی؟ خیلی کنجکاوم بدونم، میخوای چی کار کنی؟ پسر تو دیگه چه موجود روانی هستی؟ مادر پدرت هیچ وقت دوستت نداشتن؟ کسی نوازشت نکرده؟ کنجکاوی بدونی چی کارت میکنم؟ مردی که چرا کنجکاوی همچین چیزی رو بدونی؟ ببین پسر دیوونه، اگه یه وقت اتفاقی که اون شب افتاد از دهن کسی بشنوم، باور کن یه بلایی سرت میارم که فکرشم نمیتونی بکنی. یه چیزی بگم، تو باید پدر من میشدی. خدای خودت صبر بده، اون پسر بیورزت قدر تو رو نمیدونه. بگذاریم، چیزی که میخوام بگم اینه که هیچ اشکالی نداره. اتفاقا از اون قدیر احمق خوشم نمیاد، از شرش خلاص شم خیلی هم خوبه. حتی میتونم بگم دستت درد نکنه استاد. استاد چی؟ راجب دروکم، از این به بعد پسرت نباید با اون بدبخت بیچاره ها بگرده، باید با آدمای درست حسابی بگرده. ببین دروغ، ببین از پسر من فاصله میگیری. ببین فکر نکن چون جریان تیراندازی نمایش اتحاد به نتیجه نرسید قصر در رفتی. اگه بلایی سر پسرم بیاری خودم بیچارت میکنم. باشه آروم باش، من که چیزی نگفتم. اگر دقت کنی دارم میگم که از این به بعد نباید با اونا بگرده. از این به بعد پسرت رفیق جینگ خودمه. چیته؟ رفیق جون جونیم دیگه، چرا نمیگیری؟ بی زحمت کارای ثبت ناممو انجام بده. آهان تازه میخوای برگردی مدرسه؟ مگه نمیخوای هرچی دیدم و فراموش کنم؟
خب منم حق دارم دوباره برگردم به مدرسه دیگه. توافق کردیم. یه چیز دیگه، تو الگوی خوب منی آکف آتاکول، لطفاً اینو فراموش نکن. خودم از چیزایی که گفتم ترسیدم، طرف ککشم نگذید. صد، دویست، سیصد، سیصد و پنجاه، چهارصد. این دیگه کیه؟ خیر انشالله. بله. الو عمو جان. قدیر توی پسرم، حالت خوبه؟ خوبم عمو جان، شما چطوره؟ این کجا این؟ ما خوبیم پسرم، خونه خواهر سوگلی، خدا خیرشون بده که ما رو راه دادن. تو اصلا به فکر ما نباش. تو خودت چطوری؟ خوبی یا نه؟ میگن زندان خیلی سخته، تو حالت خوبه؟ خوبم عمو جان، یه جوری دارم مدارا میکنم، نگران من نباشین. با این سن و سال تو اون چهار دیواری به خدا دلم گرفته قدیر. کاش من جایی تو میرفتم زندان، به چه دردی میخورم اینجا. تو رو خدا اینجوری نگو. اورهان برای چی گریه میکنی؟ با کی حرف میزنی؟ قدیر از زندان زنگ زد. بده من. الو قدیر. سلام عزیزم، حالت چطوره؟ قدیر گوش کن چی میگم. عمود خیلی دلتنگته، به خدا حسودیم میشه. قدیر محیط اونجا چطوره؟ از این سلول به اون سلول کفتر میفرستین؟ چه کفتری؟ چی میگی؟ ندیدی تو این فیلم ها با کفتر پیام میفرستن؟ اونو میگم. قدیر اونجا پنجره داره پسرم، میتونی هوا بخوری؟ زنمو از دست تو. بدش من. ببین قدیر، تو حرفای اینو جدی نگیر، پرتا پلا زیاد میگه. عمو جان چیزه، من باید قطع کنم، چند نفر تو صفن، باشه؟ باشه قدیر جان، برو عمو جون برو. خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم پسرم. مراقب خودت باش پسرم. باشه عمو جان، مراقب خودتون باشی. تو هم همینطور پسرم. فعلا عمو جان. نذاشتی دو کلمه باهاش حرف بزنم، همش پرت و پلا میگی. فکرت خسته نمیشه؟ گیر دادی به کفتر. چه کفتری؟ واقعا که اورهان، مگه چی گفتم؟ ها؟ حالش خوب بود دیگه. ببین برات پیراشکی تازه درست کردم، بگیر بخور. خوشمزه شده؟ مزهشو دوست داشتی؟ یکی دیگه بدم؟ نه نمیخوام. نمیخوای نخور، چی بهت بگم؟ چی کار کنم؟ این همه زحمت میکشم، آخرشم هیچ کس راضی نیست. الان چطور شده؟ یهو حال مادرش بد شده؟ مثل اینکه خیلی وقت اینجوری، اما با عایشه نگفتن. دیروز زنگ زدم اونم داره میره بورسا. یه مدت بعدم برای درمان میرن خارج از کشور. گفتنش یه مقدار عجیبه، اما الان یعنی جدا شدین؟ راستش مثل تو اینجوری حرفشو نزدیم، اما چه میدونم پسر، من اینجا، اون یه جای دیگه، وسط این همه مشکل، این چطوری میخواد بشه؟ درسته، اشکالی نداره پسر، شاید یه روز دوباره، چرا که نه. خب اینجا چطوره؟ بچه‌هاش تو مخ نیستن؟ نه بابا، کاری به کارت ندارن، به نظرم خوبه. آها، پس مثل بچه های کالج بهت خوش آمد نگفتن. دیدی که اونم آخرش چی شد؟ با کسی که سرت کرد تو توالت داشتی میرفتی کتک کاری کنی. پسر ما که بچه های خوبی هستیم، کیه که از ما خوشش نیاد؟ مثلا یه نگاه به ریخت من بنداز، به نظرت من یه آدم معمولی هم؟ برو بابا خود شیفته. خود شیفته. بلند شو برو مدرسه، دیرت میشه. شماره اون صابون بنزینم بهم بده، برای کارو تمام وقت باش حرف بزنم. مثل اینکه تصمیمتو گرفتی، یعنی امسال درس نمیخونی؟ نه چی کار باید بکنم؟ شمارهشو فرستادم. ممنون.
این چه؟ از پول تو جیبم بهت دادم، تو جیبت باشه دیگه. پرتو پلو نگو، بگیر ببینم. اصلا امید، تو پسرموی عزیز خودمی، 20 لیر این حرف رو نداره. باشه قبول. خیلی خوشمزه شده. برای آسیو منم از اینا میبرم. پسر مامانم 3 تا سینی درست کرده، خودت بخور. قرار بود آیبی که مال آسیو اینا رو ببره، باشه؟ باشه. دمت گرم پسرم. میبینمت. عمو ساله. بله. میرم چایی بریزم، تو هم میخوری؟ بله. آرتیس، چرا از ما نمیپرسی؟ چرا نمیگی برای شما هم بریزم؟ میخوای برای این پیر خرف کار کنی؟ خب آقایون داداشام، صبحونم تموم شد. الان چه وقت چای خوردنه؟ فقط یه چیز خیلی مهم بهتون بگم دوستان عزیزم، یه کتک خوشمزه براتون آماده کردم، اما میگم بذاریم اول این پیره مرده مزدشه بچشه، بعدش شما تصمیم بگیرین. باشه؟ اگه بهت نگفتم سر به سر این بند خدا نذار، ها؟ میشه حالا مثل بچه آدم بهش بگی فهمیدم؟ زود باش داد بزن دیگه، هیچ کس صدا تو نمیشنوه. داد بزن بعدی، مراقب باش. اینجوری آره؟ آی صورت مزه کتکش چطوره ها؟ 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 خوشت اومد؟ خوشت اومد مردی که؟ ها؟ خوشت اومد؟ یه کشتمت مردی که؟ ولم کن ببینم. مراقب باش بزنم. آخ دستم، چی کار میکنی دیوونه؟ چی کار میکنی آخه تو؟ اینجا چه خبره؟ آخ دستم. چه خبره؟ والا این دوتا مشکل درست کردن. آخ اونا دعوا رو شروع کردن. آخ دستم. راست میگه؟ آره راست میگه. رشت و اسماعیل شروع کردن. آقا باریش به خدا از دست اینا خسته شدی. چی؟ اینو ببرین انفرادی، اینم ببرین در مجازات. بیچاره میکنم، حسابتو میرسم. عوضی حرکت کن. آها باش حتما، از من دیگر میبینی. بذارم ابرود شکاف خورده. نه مصاله، چیز مهمی نیست، حالا هم خوب عادت دارم. بیا بشین بسرم. بیا. پس منم به افتخار این شیر پسر یه چایی دم میکنم، همه میخورن اینجا. آقا بوراگ، نمیشنوی چی دارم بهت میگم؟ واقعا متوجه نمیشی؟ دارم میگم پسره رفته پیش روانشناس، اصلاح شده، خوب شده دیگه. برای چی انقدر تو موضوع رو پیچیده میکنی؟ یعنی حرف من هیچ ارزشی نداره برات؟ ها؟ من این وسط هیچ کارم؟ آخه باشه بس کن تو رو خدا، حوصله کلکل ندارم. تولگا پارچین رو دوباره ثبت نام کنین، این بچه باید درسش رو ادامه بده. همین که گفتم کششم نده. باشه فعلا خداحافظ. خدای خودت صبر بده، برای یه کار باید به کارمند خودمون خواهش و تمنا بکنیم. شما میبخشه، شاغلی نمیبخشه. من که یه تیکه از این کیک میخورم، هیچکی نمیتونه جلومو بگیره، عالی شده. نباهات بیا عزیزم، بیا برات کیک بذارم، وایسا قهوه‌تم بریزم، عالی شده. نباهات به اندازه کافی دیرم شده، تو هم اینجوری میکنی بعدن چاق میشم عزیزم. ها بخور، اشکال نداره عزیزم، یه تیکه که چیزی نمیشه. صبر کن. کیه سر صبحی؟ نمیدونم، خیر انشالله. نباهات خانم، میخوان شما رو ببینن، خیلی اصرار کردن. سوگل
آقا آکف، نبات خانم، من خیلی پشیمونم، خیلی ناراحتم که کارم از دست دادم. آره خب، به نظرت این طبیعی نیست؟ ما یه خانواده بی آزاریم، طالب هیچ کس بدی نکردیم، طالب شده اذیتت کنیم؟ تو به چه حقی به خودت اجازه دادی که بیای و ما رو بازخواست کنی؟ یه اتفاقی افتاد، تمام شد رفت، چرا اونجا رو با اینجا قاطی کردی؟ راست میگین، حق با شماست نبات خانم، یه اشتباهی کردم. شوهرم از کار افتاده، خونم رو از دست دادم، برادرزاده شوهرم زندانه، سه تاشونم رفتم پرورشگاه، جای دیگه ای نداشتم برم، برای همین اومدم پیشتون، به خدا مجبور شدم. ببین سوگل جان، بعد اینکه آکف اخراجت کرد ما یکی دیگر رو استخدام کردیم، خلاصه که فرصت رو از دست دادی. من که میگم از دست نرده، دلمون واسه دلمای سوگل خانم تنگ شده بود، مگه نه بابا؟ من نظرم میتونی یه کاریش بکنی. آره میتونه، خودش منو اخراج کرد. حتما متوجه اشتباهش شده، مگه نه بابا؟ تو همیشه آدم خیر و خوشقلب و خیلی فوق‌العاده‌ای بودی. خب دیگه نشون بده چه آدم خوبی هستی. پسرم، شیر پسر من، میبینی چی میگه نباهات؟ پسر گلم چقدر باباشو دوست داره. حالا که طبق گفته پسرم من آدم خیلی مهربونی هستم، پس شما میتونین برگردین سر کارتون سوگل خانم. خدا خیرتون بده آقا آکف. دروک، من بازم برای دلمه درست میکنم. آکف قرارمون چی بود؟ چی کار کنم نباهات؟ پسرم گیر داده به دولمه، چی کار کنم؟ چی میگی آخه؟ خب دیگه من برم کارم رو شروع کنم. آفرین آکف، واقعا آفرین. به نظرم عمدن اینجا میشینی، دوست داری پیش خودم فکر کنم قرار نیست بیای و اذیت شم. تاکتیک خیلی خوبیه. صبح تو هم بخیر. بازم فکر کردی دنیا دور تو داره میچرخه؟ تکالیفم رو انجام میدم. عجب، تکالیف تو گذاشتی واسه دقیقه 90؟ مثل اینکه دیشب سرت شلوغ بوده. آره خونه خالم اینا میمونیم، خلاصه که جمعیت خونه برای درس خوندن مناسب نیست، همین الان فرصت کردم. نمیخوام بپرسم چرا خونه خالت میمونین، چون خیلی خوب میدونم که چه جوابی به هم میدی. آفرین، یاد گرفتی. حالا چه درسی هست؟ شیمی. بازم میخوای به سوال جوابت ادامه بدی؟ اگه ادامه داره من جامو عوض کنم. راستش یه سوال دیگه هم ازت دارم. من تکالیف شیمی رو انجام ندادم، یعنی نه به خاطر اینکه وقت نکنم، نفهمیدم، یه مقدار سخت بود. میشه لطفاً یکم با هم کار کنی؟ اگه وقت کنم شاید. نه دیگه، اینجوری اگه و شاید نیار. بیا به صورت خیلی حرفه‌ای با هم توافق کنیم، باشه؟ چی میگی؟ نمیفهمم. برام کلاس خصوصی بذار، زمان و دستمزد مشخص میکنیم، کسی هم زیرش نمیزنه، خب؟ پرت و پلا نگو برگ، برای درس یاد دادن پول بگیرم؟ آره، میدونم زیاد خوشت نمیاد وقت تو با من سپری کنی، حداقل اینجوری برای تو هم قابل تحمل تر میشه. آسیه اینا پول لازم دارن، ما هم همینطور، اما مال اونا واجب تره، میخوام پول جمع کنن برای قدیر وکیل بگیرن. باشه قبوله، جلسه 300 میگیرم، اما اگه میگی زیاده. نه خیالت راحت، نمیگم. نمیگم زیاده، باشه قبوله، من اوکیم. پس بعد مدرسه با هم میریم خونمون، 3-4 ساعت درس میخونیم، بعدش هم یه چیزی میخوریم، تازه خودم میرسونم. باشه حتما. میخوای یه باره لباس خوابم بیارم شب خونتون بمونم؟ همون دختری که خوشم میاد. مزخرف نگو برک، خونتون نمیام. اگه بخوای صبح میایم اینجا کار میکنیم، بعدش هم به هیچ کس نمیگی یا اولجان رو تو حساسه، مادرم هم بعد اون جریان شکستن چراغ ازت متنفره. پس عشق ممنوع است دیگه، عاشقشم. اوهو، تو اگه از الان بخوای از این پرت و پلاها بگی، بهتر اصلا درس نخونیم. باشه باشه، پرت و پلا نمیگم، قول میدم تکرار نشه. ببینیم و تعریف کنیم. به نظرم کوتاه‌ترین کلاس خصوصی جهان میشه، اما باید دید، معلوم نیست.
ببخشید ملیسا، شما ما از مدرسه موندین، همون دروغ خیلی اصرار کرد که من میرسونم اتون. نه عزیزم، این چه حرفیه؟ سر دو زنگ تاخیر اتفاق خاصی نمیفته. بعدشم خوب شد، منم میخواستم شما رو ببینم. دکتر چی گفت؟ وضعیت آقا ارهان بهتره؟ نه، مشخص نیست به هوش بیاد یا نه. چند روزه دارم برای کسی که تو عمرم ندیدمش دعا میکنم. قسم خدا رو خوردم بیدار شو دیگه، بیدار شو. نگاه کن، طرف هنوز همون جوریه. ملیسا؟ بابا بچه، شما اینجا چه کار میکنین؟ کلاستون اینجا برگزار میشه؟ یا مدرسه‌تون اومده اینجا و من خبر ندارم؟ اومدیم به عمو ارهان سر بزنیم بابا. تو چی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ نکنه شرکت شما هم اومده اینجا؟ دروک، بابا تقریبا هر روز میاد اینجا. عمو ارهان یه جورای دست راستش بود، مثل برادر بودن، یادته؟ پس برادر بودی؟ یعنی اینقدر عمو ارهان رو دوست داری؟ البته که دارم پسرم، اون مثل برادرم بود. الان که اینجوری شده من اصلا احساس میکنم بالم شکسته. اون آدم خیلی خوبی بود. متاسفم، خیلی متاسفم. متوجه. خب دیگه بسه، من دیگه شیفت رو تحویل میگیرم، شما بریم مدرسه. امید، آسیه، شما هم برین، اگه چیزی شد من خبرتون میکنم عزیزم. ممنون آقا عاکف. برین دیگه، نگران نباشین، خوب میشه، روزتون بخیر. شما هم برین، به سلامت. این بچه هایی که الان بهشون گفتی روز بخیر، دارن برمیگردن پرورشگاه، جایی که چون برادر بزرگشون بالا سرشون نیست مجبورن برن، جایی که به خاطر تو مجبورن برن. پسرم من دیگه از این حرفا خسته شدم. این پرورشگاه، اون زندانه، بس دیگه، خسته شدم، به خود خسته شدم. آخه جور دیگه ای متوجه نمیشی. در ضمن جفتمونم خوب میدونیم که برای چی میای اینجا. میترسی؟ میترسی عمو ارهان به جوش بیاد همون اول راپورتتو بده؟ یه وقت بنده خدا رو نگیری با بالش خفه بکنی، از تو بعید نی. گوشون پسرم، دیگه داری کاسه صبرمو لبریز میکنی. تو بچه منی یا دشمن من پسرم؟ این آرتیست بازی ها رو برای دختر کلاستون در بیار، مطمئن باش عاشقت میشن. آره رو من تأثیر نداره، اگه خیلی دوست داری از خونه بیرونت میکنم. تو هم میری تو اون آشغال دونی پیش آدمایی که دوستشون داری زندگی میکنی. میدونی چیه؟ واقعا خوب میشه، آخه لیاقت منم همینه. منتظرم این کارو بکنی آکه فاتاکول. مرتی که میگیرم. خدای این عصبانیتش، سرکشی کردنش، اطاعت نکردنش از دیگران، درست مثل جوونی های منه. دقیقا گپ باباشه. ای کور خر. امل، امل بیا دخترم. اومدم. خوش اومدی دختر خوشگل من، خوش اومدی. گوش کن، میخوام با یه خانواده مهربون آشنات کنم. اگه از هم خوشتون بیاد، اون خانواده دوست دارن تو رو دعوت کنن خونه شون. باشه؟ بیا عزیزم. سلام. این زنه همیشه میاد دنباله یه فرزند خونده میگرده. دخترش هم مرده، دوش میگفت چقدر خواهرت شبیه دخترشه. اینجوری گفتم نبرنش. اگه دوست داری ببرنش مشکلی نیست. امل،
دخترم کجا داری میری؟ ای خدا چی شده خانم مدی؟ مشکلی پیش اومده؟ راستش منم نفهمیدم، انگار خجالت کشید، فکر کنم نمیخواد. ببینین شعله خانم، همونطور که قبلا بهتون گفتم اگه بچه رضایت نداشته باشه ترتیب دادن قرار ملاقاتی که شما میخواین غیر ممکنه. متوجهم، درسته، ما دیدیم شبیه دخترمونه، فقط میخواستیم یکم با هم وقت بگذرونیم. خیلی ببخشید وقت شما رو هم گرفتی. خواهش میکنم. ما دیگه بریم. بسیار خوب. بازم به خاطر همه چی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. به امید دیدار. اینا چرا فرد فرد میان اینجا؟ خیر باشه. میدونی اینا زیاد به شما مربوط نمیشه جمیله جون، مگه نه؟ اوف باشه بابا، اصلا به من چه؟ چرا من دخالت کنم؟ کمک کنین. این بچه اونجا چه کار میکنه؟ آسیه، آه خدای من. الو آتش نشانی؟ بله، من از پرورشگاه دختران تماس میگیرم، یه بچه رفته بالای پشت بوم داره میفته، خواهش میکنم یکم عجله کنین. به آتش نشانی زنگ زدم، الان میان، باهاشون همکاری کن. من میرم بالا ببینم شاید کاری بکنم. نه خانم، کجا میری؟ صف اونجا وضعتون رو تحمل نمی کنه. وای خدای من چی کار کنم؟ کمکم کنین. کوچولو نه ترس، الان نجاتت میدم. باشه، تو اصلا تکون نخور. دستم درد میکنه، کمکم کن. واه جمیله، مراقب باش دخترم، صف اونجا زیاد محکم نیست. دخترم ازگی برو یه ملفه بزرگ برای من پیدا کن بیار بجم. الان میام، چیزی نمونده. باش عزیزم، اصلا تکون نخور. جمیله خیلی مراقب باش دخترم، اصلا پایین رو نگاه نکن، امال منو نگاه کن، اینجا خیلی بلنده، من میترسم. اصلا اون میله رو بل نکن، اگه بل نکنی عروسکمو بهت میدم. باشه، دستم درد میکنه، زود باش. ایمان خواهرم، دخترم آمین باش. آسیه، زنگ زدم به آتش نشانی، نمیتونی بری اون بالا. دخترم آروم باش، کمک کن آسیه، کمکم کن. منو نگاه کن، حواست به من باشه، اصلا پایین رو نگاه نکن. خب یه محل مراقب باش خواهرم، دخترم بلم کنی. آروم باش بابا، دستم خیلی درد میکنه. باشه، فقط دستت، اون میله رو ول نکن، الان دستتو میگیرم، چیزی نمونده. ایمان مراقب باش، میله رو ول نکن. ایمان دستم درد میکنه. ایمان اصلا ولش نکن. ایمان خدایا هزار مرتبه شکر، خدایا شکرت. تموم شد دخترم، به خیر گذشتی که ببین چیزی نشده عزیز دلم. ای خدا هزار بار شکرت. آسیه، ایمان عزیزم، خیلی منو ترسوندی. Thank you.
بعد 100 سال به یه دردی خوردم. انتظار یه آفرین ازت داره. آفرین. بیا. از این که من آوردی همچین جایی بسوزم یا این که اومدم محله امیدینا، باور کن نمیتونم بگم کدومش بدتره. هیچی نگو هاریکا، به نظرم بهتره کنار بیای دیگه. فقط میخوام یه سرپناه داشته باشیم دیگه، هیچی نمیخوام. ها، فکر کنم حاجی خانومم داره میاد. اومدم. سلام. حاجی خانوم درستی؟ آره من حاجیم. فکر کنم خونه هم همینه. بله خونه همینه. نیازی هست با هم قرارداد ببندیم؟ نظرتون چیه ها؟ والا بهش فکر نکردم. تو پولو میدی، منم کلیدو میدم. همش همینه تمام. آها باشه، خیلی خوبه. یه لحظه. اینجا حمومم داره؟ یعنی همیشه آب گرم داره؟ آها، اونو میگی. آره دخترم داره. آب گرم کنه، روشن میکنی، یه 40 دقیقه صبر میکنی، بعدش قشنگ دوشتو میگیری. چی روشن کنم؟ آب گرم کن؟ حاجی خانو، من 500 لیر دارم. امکانش هست بقیه یه پولو ماه آینده بهتون بدم؟ نه، نمیشه. مگه من خونه رو بدون اتاق به تو میدم؟ تازه ببین پول پیشم نمیخوام. تو برو پولتو کامل کن، بعد بیا خواهر. ازتون خواهش میکنم، با چمدون وسط خیابون آواره شدیم. میخواین انگشترم رو پیشتون گرو بذارم؟ یا حتی موبایلم رو بذارم پیشتون؟ آخه من گوشی و انگشتر تو رو چیکار کنم؟ من پولم رو میخوام. تو اول برو پولتو قشنگ کامل کن، بعدش بیا. هاریکا، تو همینجا پیش چمدونا وایسا، از جاتم تکون نخور، من الان میام. کجا میری؟ زود میام. مامان، امروز ما رو خیلی ترسوندی دخترم. میدونی رسمن داشتم سکته میکردم. امل فکر کرده قرار شما رو به یه خانواده بدین، به خاطر همین فرار کرده. این چه حرفیه؟ آخه مگه میشه من بدون اینکه از تو و خواهرت بپرسم همچین کاری میکنم؟ همش تقصیر من بود. به بچه گفتم میخوان بیان ببرنت، به خاطر همین رفت. از دست تو جمیله، چرا اینقدر بچه رو میترسونی؟ به خاطر اینکه اصلا خوشم نمیاد. میان اینجا مثل وسایل خونه بچه انتخاب میکنن. اگه یادت باشه خواهرم هم همین جوری بردن. خواهرت خودش میخواست بره، خیلی هم میخواست. فکر کنم تو هم یادته، مگه نه؟ همه ممکنه اشتباه کنن خانم مدیر، همه. بگذاریم، بابت اتفاق امروز نتونستیم حرف بزنیم. ظاهرا نرفتی مدرسه. من امسال مدرسه نمیرم. اون وقت چرا؟ قراره با برادرم کار کنیم، پول در بیاریم. برای اینکه بتونیم برادرم رو آزاد کنیم باید یه وکیل بگیریم. منم بابت شرایط برادرت ناراحتم، اما نباید تو تحصیلت وقفه ایجاد کنی. به نظرم این موضوع اصلا جای بحث نداره. حواسم بهت هست، دنبالت میکنم. امیدوارم بابت این موضوع ناراحتم نکنی. فردا روز ملاقات برادرم، میخواستیم بریم اونجا. باشه، فردا هم اجازه میدم، اما باید تحت نظر باشی، فراموش نکن. باشه. bugün dünden iyiye
yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.